بارم خدا و سلام بر شما به مجموعه خبری ساعت 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز چهارشنبه 14 جدی سال 1401 هجری خورشیدی است. سرخط خبرها. ادامه واکنش ها به من کار زنان. ما موقعیت قوی و اصولی خود را به عنوان بزرگترین کمک کننده افغانستان حفظ خواهیم کرد. انتقاد از سیاست پاکستان در قبال افغانستان. من از دولت پاکستان می خواهم که سیاست های چند دهه گذشته خود را بازنگری کند و تغییر دهد، از تهدیدها و زور بیش از حد اجتناب کند. وضع محدودیت تازه بر ترانزیت کالای تاجران افغان. با تلاش های مشترک آمریکا و کره جنوبی برای مهار اقدامات هسته‌ای کره شمالی. مشروع خبرها، من داریوش احمدی هستم. وزارت خارجه آمریکا میگوید در مشورت با متحدین و شرکای خود پاسخ قوی در برابر تصامیم اخیر امارات اسلامی در نظر خواهند گرفت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید به دلیل رخصتی های جشن سال نو نتوانستند در این خصوص واکنش سریع و هماهنگ داشته باشند. به گفته وزارت خارجه آمریکا در این مورد گزینه های یک جا با همکاران بین المللیشان دارند که اجازه می دهد آمریکا موقعیت قوی و اصولی خود را حفظ کند و از حکومت سرپرست می خواهد در تصمیم خود در مورد کار و تحصیل زنان تجدید نظر کند. امارات اسلامی اما پیشتر از مقام های آمریکایی خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. آمریکا در همکاری با متحدین خود روی یک موازی‌گیری قوی و مشترک در افغانستان کار می کنند. وزارت خارجه آمریکا میگوید به دلیل رخصتی های جشن سال نو نتوانستند پاسخ محکم و قوی در برابر اقدامات تازه حکومت سرپرست افغانستان داشته باشند، اما اکنون روی گزینه های در مشورت با متحدین و شرکای خود کار میکنند و تا روزهای آینده موازی گیری قوی و اصولی خود را در این خصوص خواهند داشت. ما موقعیت قوی و اصولی خود را به عنوان بزرگترین کمک کننده افغانستان حفظ خواهیم کرد. ما در حال بحث در مورد پاسخگویی بسیار خاص هم در داخل و هم با متحدان و شرکا هستیم. ما بارها گفته ایم که پاسخی از سوی آمریکا وجود خواهد داشت، اما بسیار مراقب خواهیم بود. هر تصمیمی که گرفته می شود در آن رفاه بشردوستانه مردم افغانستان را به خطر نیفتد. جزئیات بیشتر را در مورد آن به اشتراک خواهیم گذاشت. وزارت خارجه آمریکا همچنان از حکومت سرپرست افغانستان می خواهد در تصامیم خود مبنی بر منع کار زنان در سازمانهای خارجی و آموزش و تحصیل دختران تجدید نظر کند. ما و شرکای ما در سراسر جهان با تعطیلات کریسمس شاید در پاسخگویی کن عمل کرده ایم، اما ما در برابر این تصمیم بسیار واضح پاسخ خواهیم گفت. ما می خواهیم فوراً از این تصمیم عقب نشینی شود و زنان باید حق کار در سازمان های غیر دولتی را داشته باشند. ما متعهد به کمک هستیم و این کار را در هماهنگی با متحدان و شرکا انجام می دهیم. طالبان تعهداتی را در قبال جامعه بین المللی پذیرفتند و به انجام آن ملزمند. اما امارات اسلامی از آمریکا خواسته است که در امور داخلی افغانستان مداخله نکند، به ویژه در مورد تصامیمی که از سوی رهبری امارات اسلامی گرفته می شود از اظهار نظر خودداری کنند. با یک قانون ملی می توانند با مردم افغانستان تعامل کنند و با یک قانون انسانی با جهان. یعنی برنامه ما رسیدن به یک دولت ملی که در اونجا آزادی، عدالت، رفاه و پیشرفت باشد و رابطه ما با جهان بر بنیاد منافع ملی و بر بنیاد منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر تامین شود.
با این حال شماره از مقام های امارات اسلامی به شمول سرپرست وزارت امور داخله گفتند که رهبری امارات بر رفای مردم متعهد است و تلاش جریان دارد تا مشکلات موجود در عرصه تحصیل و کار زنان حل و روی یک راه حل معقول دائمی و سازگار با شریعت اسلامی تصمیم گرفته شود. وزارت خارجه پاکستان میگوید که امنیت این کشور خط سرخشان است و نمیگذارند که پاکستان قربانی فعالیت‌های تروریستی طالبان پاکستانی شود. حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان گفته که نگرانی‌های خود را بابت تهدید طالبان پاکستانی از خاک افغانستان در پیام به کابل فرستادند. ربانی اما تاکید کرده است که اسلام آباد مایل به داشتن روابط نیک و صمیمانه با جانب کابل است. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا گفته که پاکستان حق دارد تا از خود در برابر تروریسم دفاع کند، زیرا این کشور به شدت از حملات تروریستی آسیب دیده است. از سوی هم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور افزایش ناامنی در پاکستان را نتیجه سیاست چند دهه دولت این کشور می داند و می گوید که اسلام آباد باید به جای زورگویی و تهدید در سیاست های خود تجدید نظر کند. در ادامه نگرانی مقامات پاکستانی بابت تهدیدهای طالبان پاکستانی، حالا وزارت خارجه پاکستان میگوید که امنیت این کشور برایشان خط سرخ است و نمیگذارند که پاکستان قربانی فعالیت‌های تروریستی طالبان پاکستانی شود. حنا ربانی کاهر وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در کمیته امور خارجه مجلس سنای این کشور گفته که نگرانی‌هایشان را بابت فعالیت TTP در خاک افغانستان در پیام به کابل فرستادند. او اما تاکید کرده است که اسلام آباد طرفدار روابط نیک با کابل است. ما این پیام را به افغانستان فرستاده ایم که امنیت ما خط سرخ ماست. ما با هدف برقراری روابط صمیمانه با همسایگان خود مایلیم، اما پاکستان نباید قربانی فعالیت‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستانی شود. همزمان با این وزارت خارجه آمریکا میگوید که پاکستان حق دارد از خود در برابر تروریسم دفاع کند، زیرا این کشور به شدت از حملات تروریستی آسیب دیده است. ما از بیانیه اخیر کمیته امنیت ملی پاکستان آگاه هستیم. مردم پاکستان به شدت از حملات تروریستی آسیب دیدند. پاکستان حق دارد از خود در برابر تروریسم دفاع کند. ایالات متحده از طالبان می خواهد به تعهد خود پابند باشند و اجازه ندهند خاک افغانستان دیگر هرگز به عنوان سکوی پرتاب برای حملات تروریستی بین المللی استفاده شود. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور میگوید که افزایش ناامنی و وضعیت کنونی در پاکستان نتیجه سیاست چند دهه اسلام آباد است. آقای کرزی در صفحه فیسبوکش نوشته که اسلام آباد باید به جای زورگویی و تهدید برای ثبات منطقه گامهای مؤثر بردارد. من از دولت پاکستان میخواهم که سیاست‌های چند دهه گذشته خود را بازنگری کند و تغییر دهد. از تهدیدها و زور بیش از حد اجتناب کند و صلح و ثبات را در منطقه برای مبارزه مؤثر علیه ناامنی ارتقا دهد. راه روابط خوب و متمدانه با افغانستان را در پیش بگیرد. هرچند امارت اسلامی بارها فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان را رد کرده است، اما ظاهراً قناعت مقامات پاکستانی حاصل نشده و این روزها نگرانی‌هایشان بیشتر از پیش افزایش یافته است. سیاست و پالیسی که جنرالان اردو و دولت پاکستان در قبال افغانستان داشتند یک پالیسی کاملا غلط و ناکارآمد است. امروز آنچه پاکستان میکشد به سبب همین سیاست‌های نادرستش است. من فکر میکنم اگر پاکستان در سیاست‌های خود تجدید نظر نکند و همین گونه به خاطر دلار منافع ملی را پامال بسازد، وضعیت جدی‌تر خواهد شد. اظهارات اخیر مقامات پاکستانی واکنش تند امارت اسلامی را به همراه داشته و نیز وزارت دفاع ملی هشدار داده است که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که پاکستان محدودیت های جدید را بر کالاهای ترانزیتی به افغانستان وضع کرده است و تاجران افغان نمی توانند با آسانی کالاهای خود را از بندر کراچی انتقال دهند. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می افزاید که پاکستان حق درخواست اسناد خریداری از تاجران افغان را ندارد و این کار خلاف اصول ترانزیت بین المللی است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که پاکستان خلاف اصول ترانزیت عمل کرده و آنان هم روی راه‌های بدیل فکر میکنند تا بتوانند تسهیلات را بر تاجران فراهم کنند.
سایه سنگین تنش‌های سیاسی کابل اسلام آباد بر روابط تجارتی میان دو کشور. اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید که پاکستان محدودیت‌های تازه‌ای را بر کالاهای ترانزیتی افغانستان وضع کرده و از تاجران افغان خواستار اسناد خریداری کالا شده است که این کار خلاف اصول ترانزیت بین المللی است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری از دولت افغانستان میخواهد که در برابر این اقدام پاکستان عکس العمل بالمثل داشته باشد. او هغه ترانزیتی مالونه چې اوس ولر دی افغانستان ته بیجر رسی چې در دیمرچ او ریدنشن لاندې دی جدي غشتنه مو داده د پاکستان د حکومت څخه چې په دې کې خپل هغه د قانون مطابق کړنه وکي او زموږ مالونه نور هلته ونه دریږي. به گفته مسئولان در این اتاق، پاکستان در حال حاضر 2 میلیون تن میوه تازه و مواد غذایی را از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه ارسال می کند و محدودیت های تازه بر ترانزیت و تجارت میان دو کشور آسیب های جدی می رساند. منگا تقریبا 4 بندر پاکستان تا په اختیار کې ورکړي د ابتاد قرارداد لمخه. شیرخان بندر، حیرتان، حقینا، تورغونډۍ چې دوی د دې لارې نه مرکزی آسیا ته ځي. موږ ته 2 بندر چې یو کراچی ده او بل واګه ده چې موږ ته راکړي ده چې موږ په واګه کې محدودیتونه لرو، بعضې مواد انتقالولی شو، واردات نشو کولی. وزارت تجارت و صنعت میگوید که این کار پاکستان خلاف اصول ترانزیت بین المللی است و هرگاه پاکستان این محدودیت ها را لغو نکند، آنان هم راه بدیل را در پیش میگیرند. د گاونډي هیواد دغه عمل د ترانزیت نړیوالو اصولو خلاف دی، په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارت د مالیې وزارت د ترانزیت په برخه کې زیات سهولتونه رامنځته کړي دي. د مثال په ډول د ترانزیت زماني معیار له 5 ورځو څخه 10 ورځو ته لوړول، د جریمو معافول او د هیواد ټولو ګمرکونو ته هدایت کول چې د ترانزیتي اموالو ګمرکي طی مراحلو ته لومړیتوب ورکړي. زموږ غوښتنه له ګاونډي هیواد پاکستان څخه دا ده چې دوی هم د افغانستان له ترانزیتي اموالو سره ورته عمل وکړي. پاکستان باید مطابق اصول و قوانین ترانزیت کالاها با تجار و سکتور خصوصی ما تعامل داشته باشد و تسهیلات لازمه را برای سکتور خصوصی در مورد انوایس ها ایجاد کند و آنچه فعلا جریان دارد خلاف اصول و قوانین ترانزیت کالاها است. افغانستان در حال حاضر 30% کالا را از پاکستان ترانزیت می کند، 35% را از شمال کشور و 30% دیگر را از ایران. وزارت مالیه از کشورهای همسایه به شمول پاکستان می خواهد که تسهیلات لازم را برای تاجران افغان فراهم سازند، زیرا افغانستان در حال حاضر تسهیلات را برای تاجران کشورهای همسایه فراهم کرده است. ادامه خبرها پس از وقفه. ادامه خبرها. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید جواز 10 رسانه به محکمه فرستاده شده تا در مورد لغو و یا تمدید این جوازها تصمیم گرفته شود. مسئول نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که این وزارت بارها با مسئولان این رسانه ها تماس گرفته تا جوازهایشان را تمدید کنند و در مورد پالیسی نشراتیشان وضاحت دهند، اما این مسئولان حاضر نشدند تا دلیل خود را در مورد نشراتشان که بر ضد امارت اسلامی است وضاحت دهند. از این رو محکمه به گونه غیابی در مورد جواز فعالیتشان تصمیم میگیرد. گزارش از فرهناز فریبرز. پس از تحول سیاسی در افغانستان، تحول در رسانه ها نیز به وجود آمد و مسئولان بسیاری از رسانه های کشور را ترک کردند، اما نشرات رسانه ایشان را از بیرون ادامه دادند. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که برخی رسانه ها که مالکان آن در بیرون هستند و نشرات بر ضد امارت اسلامی دارند، بارها با آنان تماس گرفته شده تا جواز فعالیتشان در این وزارت را تمدید کنند، اما آنان تاکنون حاضر به این کار نشدند. د دغو رسنیو شکایتونه د رسنیزو تخطیو د ارزونې کمیسیون ته راغلل، بار بار شکایتونه راغلل. موږ دوی راوغوښتل څو ځله، لیکن دوی حاضر نه شول چې راشي.
حتی موږ د کمیسون غونډه درې اونۍ د دوی لپاره وځنډوله. مسلسل مو ایمیلونه ورته کول چې دوی راشي او خپل وضاحت ورکړي او څه چې لري دغه په اړه ووایي، لیکن متاسفانه دوی نه د وزارت ایمیل ته ځواب ورکړ، نه یې د ټلیفون ته ځواب ورکړ، نه یې د نورو لارو نه چې موږ هڅه وکړله یو نوه بې اعتنایي ښکاره کړله. حالا وزارت اطلاعات و فرهنگ موضوع تمدید و یا لغو جواز این رسانه ها را به محکمه فرستاده است تا محکمه در مورد این موضوع فیصله غیابی خود را اعلام کند. لغو وروسته موږ صلاحیت درلوده چې د دوی جوازونه لغو کړو، لیکن له دې عمله چې رسنۍ یو ارزښت ده او رسنۍ موږ باید په اسانه له لاسه ورنکړو، یو اړتیا یې بولو، یو ضرورت یې بولو، د دوی موضوع موږ محکمې ته وسپارله چې دوی شاید محکمې ته حاضر شي او محکمه بیا د دوی خبره واوري. شاید دوی هغه اصول دي چې نړیوال اصول دي هغه مراد کړي او خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او کنی نو بیا د جواز لغویت موضوع د محکمې لخوا حل و فصل شي. شمار از نهادهای حامی رسانه ها هم میگویند که حکومت باید با رسانه ها که از قانون پیروی نمی کنند برخورد قانونی کند. نیاز به این است که رسانه هایی که احیانا اگر اصول و مقررات مراد نمی کنند و یا از خطوط سرخ که عبارت از منافع ملی و فرهنگ و عقاید مردم است از او عدول می کنند، بهتر است برشان توصیه شود، بهتر است که اینا اصلاح شوند تا پیش از اینکه اقدام به بسته شدنشان شود یا تصمیم به بسته شدنشان گرفته شود. شمار از خبرنگاران از حکومت میخوان آنند از رسانه ها و خبرنگاران که در داخل هستند و فعالیت میکنند حمایت همه جانبه کند. پرته د حکومت له ملاتړ رسنۍ او خبریالان نسي کولای خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. زموږ غوښتنه هم دا ده چې تر اوسه پورې چې کومه همکاري دی یا ملاتړ د خبریالانو او رسنیو نه کیږي له دې هم باید زیات سي. وزارت اطلاعات و فرهنگ هرچند نگفته رسانه هایی که در موردشان محکمه غیابی می شود کدام رسانه ها هست، اما این رسانه ها شامل رسانه های تصویری و رادیویی نمی شود. سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم فراغت مفتشین از آنان خواست با حفظ بی‌طرفی و توازن مطابق مسلک به منظور شفافیت و حسابدهی در چوکات اردوی اسلامی تلاش بیشتر به خرج دهند. محمد یعقوب مجاهد بر رعایت اصول اداره و اخلاق اسلامی تاکید کرده و این را هم از مفتشین خواست تا در جریان وظایف به عزت، حریم خصوصی و اعتماد افراد توجه جدی داشته باشند. تأکید وزارت دفاع ملی بر حفظ حریم خصوصی و اعتماد افراد در مراسم فراغت مفتشین این وزارت. سرپرست این وزارت میگوید مفتشین باید با حفظ بی‌طرفی و توازن مطابق مسلک به منظور شفافیت و حسابدهی در چوکات اردوی اسلامی تلاش بیشتر به خرج دهند. محمد یعقوب مجاهد همچنان در این مراسم بر رعایت اصول اداره و اخلاق اسلامی تاکید می کند. او این را هم از مفتشین این وزارت می خواهد تا در جریان وظایف به عزت، حریم خصوصی و اعتماد افراد توجه جدی داشته باشند. کله چې ته تفتیش کوي یا نوم دې د مفتش سو، نو تر دې مخکې چې ته مفتش کیږي باید په ځان کې هغه خویونه راولی او ځان د دې قابل کې چې درته د مفتش خطاب کول مناسب وبریشه. در همین حال آگاهان نظامی میگویند شفافیت را زمان میتوان تامین کرد که ساختار تشکیلاتی اردوی ملی مسلکی باشد. در صورت روی کار آمدن دوباره ساختار تشکیلاتی مسلکی و تخصصی اردوی ملی افغانستان می توانیم شاهد تضمین شفافیت و ایسادی در این سکتور باشیم. 26 تن از مفتشین قطعات و جزتام های قول اردوی مرکز و صحوی از کورس دو ماهی مسلکی تفتش ریاست مفتش وزارت دفاع ملی فارغ شدند. برای فارغان تفتش تصدیق نامه نیز داده شده است.
ایران بودجه تحصیلی دختران افغان را 5 برابر افزایش می‌دهد. پوهنتون تهران اعلام کرده است که از این طریق می‌خوان دختران افغان که از تحصیل محروم شدند بیشتر حمایت شوند. مدیر کل عمر اعضای هیئت علمی پوهنتون تهران می‌گوید که در حال حاضر 470 محصل افغان در این پوهنتون تحصیل می‌کنند که 140 تن از آنان دختران هستند. آگاهان میگویند که زنان و دختران افغان در حال حاضر از حقوق شهروندی خود محروم شدن و کشورها از محصلان دختر باید حمایت کنند. پوهنتون تهران به تعداد بیشتر از دختران افغان بورسیه تحصیلی میدهند. به ادامه من تحصیل دختران و زنان در کشور، ایران در نظر دارد که محصلان بیشتری را بپذیرد. پوهنتون تهران اعلام کرده است بودجه برای بورسیه محصلان افغان 5 برابر افزایش یافته است. آنان میگویند که از این طریق میخواهند به خصوص از دختران افغان که از تحصیل محروم شدند بیشتر حمایت نمایند. ایران در نظر دارد محصلان بیشتر از کشور همسایه را پذیرش کند. در سال جاری به میزان بیشتر می توانیم از محصلان افغان به ویژه محصلان دختر حمایت کنیم و بودجه تحصیلی بورسیه ها را برای دختران افغان تا 5 برابر افزایش می دهیم. قرار است مجموع هزینه تحصیلی محصلان افغان در طول مدت تحصیل نیز کاهش یابد. از سوی هم شماری از فعالان حقوق زن میگویند که زنان و دختران افغان از حقوق شهروندی خود محروم شدند و کشورها باید محصلان دختر را حمایت بیشتر نمایند. پلان و برنامه‌های تحصیلی که از طرف کشورهای همسایه در مورد حق دسترسی تعلیم تحصیل دخترای افغانستان در نظر گرفته میشه، متاسفانه که اینها پلان‌های کوتاه‌مدت میباشه و نمیتونه در آینده طویل‌مدت بر دختران و زنان افغانستان کمک کنه. و از وضعیت حساسی که زنان و دخترای افغانستان قرار دارن، کشورهای همسایه نباید استفاده سیاسی نماید. در شرایط فعلی که دروازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای آموزشی برای دختران افغانستان بسته است و دختران افغانستان از محرومیت کامل آموزشی رنج میبرند، اقدام جمهوری اسلامی ایران در قبال پذیرش دانش آموزان محروم از آموزش یک اقدام نیک، ستودنی و قابل قدر است. این در حالی است که چند پیش یکی از تاجران امارات متحده عربی نیز وعده سپرده بود برای 100 دختر افغان که از تحصیل باز ماندن زمینه تحصیل را در بیرون از افغانستان فراهم کند. رادیو پلیس در ولایت بلخ پس از 2 سال توقف دوباره به نشرات آغاز کرد. به گفته مسئولان، آغاز دوباره نشرات این رادیو که نشرات خود را روی موج 88.7 FM شروع کردن نزدیک به 2 میلیون افغانی هزینه برداشته است. آغاز کار این رادیو با استقبال مقامهای محلی و باشندگان بلخ روبرو شده است. آغاز دوباره نشرات رادیو پلیس در بلخ پس از 2 سال توقف. مسئولان میگویند این رادیو با هزینه حدود 2 میلیون افغانی به منظور ایجاد هماهنگی میان مردم و پلیس و انعکاس دستاوردهای نیروهای امنیتی آغاز به فعالیت کرده است. رئیس روابط عامه وزارت داخله میگوید آغاز فعالیت این رادیو میتواند در راستای شناسایی شبکه‌های جرمی با همکاری مردم مؤثر واقع شود. کوشش می‌داریم که همچنان در همه زون‌های افغانستان، قسمی که در زون جنوب غرب افغانستان الحمدلله رادیو فعال هستند، همچنان کوشش داریم که در جنوب، در زون شرق و همچنان در زون جنوب هم رادیوهای داشته باشیم. رادیو پلیس بلخ شروع بوده، افتتاح بوده، الحمدلله بود تماما مردم ولایت بلخ و بلکه تماما افغانستان بر فایده مند، فایده مردمان فایده. مقام‌های محلی ولایت بلخ هم از آغاز دوباره این رادیو روی موج 88.FM استقبال میکنند. در پټول کې ډیر تاثیرات لري. یو داسې دا به یو ارتباطي پل وي د خلکو او د حکومت ترمنز. د خلکو آواز به حکومت ته رسوي او د حکومت آواز به خلکو ته رسوي. دا دې سبب کېږي په هغو سیمو کې چې خلک تلویزیون او انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، زموږ دغه رادیو چې په 88.5 FM څپو کې نیول کېږي، دا به خلکو ته د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې به انشاءالله رسول کېږي. باشندگان بلخ نیز آغاز دوباره نشرات رادیو پلیس را در این ولایت در راه شریکسازی مشکلات مردم با نیروهای امنیتی اثرگذار می دانند.
یک خوبی رادیویی است که شهروندان میتونن مشکلات و چالش هایی که دارن از طریق رادیو به مقامات زیصلا و بالا برسانن تا اونا هم در حل مشکلات زودتر و عاجلتر اقدام کنن. مسئولان امنیتی همچنان میگویند قرار است در زونهای دیگر نیز رادیوها برای همگانی سازی دستاوردهای نیروهای امنیتی فعال شوند. مسلخ هرات با امکانات معیاری با فعالیت آغاز کرده است. در حال حاضر روزانه تا 200 رز گوسفند و گاو در این مسلخ ذبح می شود. اخیرا وزارت زراعت و مالداری 4 مسلخ معیاری را در ولایت‌های هرات، کابل و بلخ به قرارداد داده است، اما اتحادیه قصابان هرات نسبت به این تصمیم وزارت زراعت ناراض هستند. آنها به این باورند که قرارداد کننده بابت ذبح حیوانات در مسلخ پول زیاد از آنها عکس می کند. کشتارگاه حیوانات در هرات به هزینه 6 میلیون دلار از پول بانک توسعه آسیایی تقریبا 3 سال پیش ساخته شد. برای نخستین بار روند کشتار حیوانات در هرات به گونه معیاری شروع شده است. کشتارگاهی که تقریبا 3 سال پیش با تمام امکانات ساخته شد. اما یک هفته می شود که روند ذبح حیوانات در این کشتارگاه شروع شده است. مسئولان این مسلخ میگویند این کشتارگاه روزانه ظرفیت ذبح بیشتر از 3000 ماشی را دارد. افروز میشه که ما کشتارگاه معیاری هرات شروع کردیم و کشتارگاه در کشورهای همسایه بی‌نظیر است، به استاندارد اروپا، به تیپیک ترکیه ساخته شده و طرف بانک آسیایی سرمایه‌گذاری شده. کشتارگاه هزینه 6 میلیون دلار ساخته شده و در افغانستان 4 کشتارگاه معیاری داریم که به هرات است، به مزار است و دو هم به کابل است. در حال حاضر روزانه تا 200 رس مواشی اینجا ذبح میشوند. مسئولان این کشتارگاه میگویند فعلا بیش از 100 نفر اینجا مشغول کار هستند. بنان روند کشتار حیوانات به گونه معیاری انجام میشود و دکتران تمام مواشی را از لحاظ صحی بررسی میکنند. اینجا سالون کشتار میکنند، قصابا سلاخ‌ها هستند، به طریق اسلامی کشتار میشه به سیستم استاندارد و مدرن. بعد لاشه چک میشه، لاشه اعضای داخلی چک میشه، اعضای بیرونی چک میشه، حیوان لابراتوار مجهز موجود اینجا ما چک میکنه. اما اتحادیه قصابان هرات از هزینه ای که بابت کشتار حیوانات میپردازند ناراض هستند. حدود 10 روز میشود که صدها تن از قصابان این ولایت دست به اعتصاب کاری زدند و خواهان این هستند که هزینه کشتار حیوانات در این مسلخ کاهش پیدا کند. اداره محلی هرات اما میگوید هدف آنها معیاری ساختن خدمات اجتماعی است. بنان تلاش دارند تا گوشت را به قیمت ارزان در بازار عرضه کنند. مسلخ فقط به خاطر معیاری شدن کشتار مواشی و همچنان رعایت بهداشتی در قصابی ها ساخته شده. شما شاهد بودین که در قبلنا مردم و خصوصا قصابا به طور خودسرانه مواشی را ذبح میکردن و همچنان و امراض گوناگون را طبعا در برداشت. با این حال باشندگان هرات از معیاری شدن سیستم های خدماتی به ویژه کشتار حیوانات استقبال میکنند، اما آنها خواهان کنترل قیمت گوشت در بازار هستند. اگه نظارت باشه از طرف سرطامه کار واقعا عالیه. بشر مشروط به این که از طرف خود سرطامه بازار کنترل بشه و خودم گوشت علای باشه که با کیفیت باشه که خود سرطامه رو تایید کرده باشه. تمام چیزها گوشت های ما انواع محصولات از یک به اساس صحی و معیارهای سرطامه اونا تعیین شده. به اون خاطر ما بسیار خوشحال هستیم که این بخش فعال شد. کشتارگاه هرات با امکانات معیاری تقریبا 3 سال پیش ساخته شد. کار ساخت این کشتارگاه 6 میلیون دلار هزینه برداشت که از سوی بانک توسعه آسیایی پرداخت شده است. ادامه خبرها پس از وقفه. خبرهای اقتصادی: حاصلات انار امسال در ولایت کندهار افزایش یافته است. به گفته باغداران در این ولایت بیش از 162 هزار تن انار از 10 هزار هکتار زمین به دست آمده که بیش از 88 هزار تن آن به خارج از کشور صادر شد که از این رهگذر 48 میلیون دلار به عواید کشور وارد شده است. در همین حال مسئولان اتاق تجارت میگویند که خشکسالی و تغییرات اقلیمی بر حاصلات انار تأثیرات خود را داشته است. مسئولان ریاست زراعت و مالداری قندهار می گویند که هرچند بارندگی های غیر فصلی و جاری شدن سیلاب امسال خسارات زیادی به باغ های انار قندهار وارد کرده است، اما از 10000 هکتار باغ انار بیش از 162 هزار تن انار به دست آمده است.
دلیل از داره هکتار شرفای که مختلف ولسوالیو که لکارغنداب شوالی کود پنجوائی جوری یارستان دند دامان خاکریس که در انارو باغات باغونه لرو چه در اتکال مخی سش کال یو لکو دوش بیتا زرو اتکال سوی بود. اتاق تجارت و صنایع کندهار می گوید که امسال 88 هزار تن انار به بیرون از کشور صادر شده که از این بابت 48 میلیون دلار عواید به دست آمده است. در فصل که در تیر میانشت پوری موز اتاتی از داره شپشتا و او پیمزویش تنه انار ششکال صادرات در لاده چه مجموعی ارزش دلار باندې اتصال ویش میلیون اتصال شوش پیت هزار و نسو دری دلار کیج. اما امسال مشکلات جدی فراراه صادرات محصولات زراعتی کشور وجود داشته است. الحمدلله ششکال دست خاص استونزه به مجموع که نداره غلی خمخای و رزود بیو در مجموع دروازه در چمن ترلسه بیه خوب یا خوشبختانه در اسلامی امارت پا هل و زلو اوزموز در تجاران و پا هند و حد سر در موضوع برده هل سوله. این در حالی است که در سال روان به دلیل اختلافات سرحدی چند بار دروازه ترخم بروی کالاهای صادراتی نیز بسته شد که تأثیر منفی خود را داشته است. نرخ ارزها. وضعیت هوا. از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری ساعت 8 سپاسگزارم. خبرها در همین جا به پایان می‌رسد. خدا نگهدار.